اما در زمینه اقتصادی مهمان دیگری داریم، همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم سوئد. بسیار خوش آمدید آقای علوی. خب صحبت‌های آقای گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، رو شنیدیم. ایشون از نابرابری و فقر، گسترش فقر در جهان گفت، هشدار داد و حتی خواستار تعویق بازپرداخت وام کشورهای فقیرتر شد. چقدر فکر می‌کنید که دولت‌های قوی‌تر جامعه بین‌الملل به این توصیه‌ها عمل کنند و اساساً این توصیه ها رو جدی بگیرن؟ خب اگر از همین کلمه که شما استفاده کردید، یعنی دولت های قوی تر بخوایم ما سخن بگیم، اون موقع باید تردید داشت که اینها قوی هستن، به خصوص در این اونها در چنبره کرونا خودشون اسیر شدن. بدهی کشورها رو اگه بخوایم مقایسه کنیم با قبل، بدهی ها بسیار زیاد شده و این کشورها موقعی میتونن سخاوتمندانه و البته با کمال میل کمک بکنن به سایر کشورها که به هر حال خودشون مشکلات داخلی خودشون حل بکنن یا بتونن یک منابعی رو در اختیار داشته باشن. یعنی مسئله تنها خواستن نیست، مسئله توانستنه. اگر به آمار یا به اون اطلاعاتی که گزارش هایی که منتشر شده نگاهی بیندازیم، میبینیم که این کشورها خودشون دچار مشکلات متعددی هستن و البته بخشش مربوط است به کرونا. قبل از اونم مشکلات اقتصادی بوده، بدهی کشورهای مثل خود امریکا بدهی دولت به شدت دارد بالا میره، یا کشورهای اروپایی. بنابراین تردید وجود داره که این کشورها توانایی داشته باشن. اما خب به هر حال این کشورها از اونجایی که تمایل دارن یک به اصطلاح چهره مثبتی از خودشون تو عرصه جهانی نشان بدن، طبیعی است که کمکایی رو بکنن. منتها این کمک ها به نظر نمیاد که کافی باشه و بتونه مشکلات جهان رو حل بکنه. آقای دکتر علوی، اشاره کردید به کمک ها. خود آمریکا، بایدن اعلام کرد، در همین جلسه اعلام کرد که آمریکا تعهدی 10 میلیارد دلاری برای به هر حال ریشه‌کن کردن فقر و رفع گرسنگی در آمریکا و جهان اختصاص داده. شما فکر میکنید چه بخشی از این بودجه واقعا به کشورهای فقیر اختصاص پیدا میکنه؟ خب البته اطلاع دارید که رفع فقر و رفع شکاف طبقاتی و همچنین رفع گرسنگی، اینها جزء اهداف توسعه پایدار اقتصادیه که کارشناسان سازمان ملل سالهای اخیر خیلی بر اون تاکید دارن، اون رو تلاش کردن تبدیل بکنن به یک سیاست اقتصادی که مورد اجماع جهان باشه و کشورها، دولت‌ها تلاش بکنن که اون رو اجرایی بکنن. و در این راه البته کشورهای مختلفی، اونهایی که به هر حال دارای منابع هستن، سعی میکنن خب مشکلات رو کاهش بدن. اما خب این مشکلاتی است که بسیار نهادینه شده است و در مقابل این کمک‌هایی که میشه یا در مقابل این به اصطلاح سیاست‌هایی که قرار است اجرایی بشه، ما دارای یه مکانیزم‌های زاینده نابرابری هستیم که به شکل پویا عمل می‌کنه. یعنی دلایلی سیاست گذاری میشه که نابرابری هم کم بشه یا گرسنگی کاهش پیدا میکنه، اما در مقابل دلایل و عواملی وجود دارن که این رو زیاد میکنن. به نظر نمیاد که اساسا این نیروهایی که الان کوشش میکنن که گرسنگی رو از بین ببرن یا نابرابری رو کم بکنن، به اونقدر توان داشته باشن که به این اهداف در دسترسی پیدا کنن. در مورد خاص امریکا هم همین مسئله هست، به این معنا که امریکا مشکلات اساسیش مشکلات داخلی خودشه، هم از اون شکاف طبقاتی که وجود داره، اون مشکلاتی که بخصوص در کرونا در چارچوب فرایند کرونا بسیار خودش رو نشون داد. بنابراین اگر قرار است که منابع اختصاص داده بشه به رفع این مشکلات، طبیعی است که دولت مردان و سیاستگزاران ترجیح میدن که اون رو اختصاص بدن به داخل امریکا تا اینکه به خارج امریکا توجهی بکنن. طبیعی است که باز هم در اینجا همون ادعای سابق موجه به این معنا که بعید نیست که دولت امریکا کمک‌هایی رو اختصاص بده، ولی اون کمک‌ها طبیعتاً ترجیح داده نمیشه به کمک‌هایی که در داخل امریکا اجرایی میشه و طبیعتاً بسیار کم اثر خواهد. تا چه اندازه فکر میکنید که ساختار جامعه جهانی و به خصوص سازمان ملل متحد در جهت به هر حال تحقق اهداف توسعه پایدار و رفع تبعیض و فقر در جهان امروز شکل گرفته و رویکردش به این صورت ادامه داره؟ خب ما تلاش‌های مثبت البته سازنده‌ای می‌بینیم، چه در عرصه تحقیقی که به هر حال
در مورد توسعه پایدار کار بسیار عظیمی شده در زمینه صورت بندی اون تحقیقاتی که میشه، اندازه گیری ها، تهیه شاخص ها، مقایسه کشورها، چیزی که پیش از این سابقه نداشته مثلا در دهه‌های گذشته. و حتی در عرصه دانشگاهی که به هر حال ما کار میکنیم میبینیم که خیلی کار میشه. اما خب این به اصطلاح فعالیت های نظری، این تلاش های نظری یک شرط لازم هست برای حل این مشکل، شرط کافی نیست. شرط کافی این است که به هر حال یکی منابع وجود داشته باشه، دو اینکه سیاست گذاری بره به سمتی که این شکاف ها رو کم بکنه، فقر رو کم بکنه، نابرابری میان زن و مرد، میان فرزند، مناطق جغرافی یا مناطق سیاسی رو کم بکنه. در مقابل این تلاش هایی میشه نباید از یاد ببریم که علارغم اینکه اجماع وجود داره بر سر اون اهداف توسعه پایدار، نیروهایی در همین کشورها هستن یا در خود سازمان ملل هستن که اینها قبول ندارن خب این به اصطلاح اهداف رو، سعی میکنن در مقابل اون به هر حال عمل بکنن. نقش اون نیروها رو در عدم تحقق این اهداف توسعه پایدار نمیشه نادیده گرفت و طبیعی است که در اینجا بسته به این است که افکار عمومی، شرایط سیاسی و خود جامعه مدنی این کشورها به مثابه موتور توسعه پایدار چطوری عمل بکنه. مردم، شهروندان و جامعه مدنی نباید انتظار داشته باشه که دولت‌ها، حاکمیت‌ها یا این فرزند مؤسسات مثل سازمان ملل اقدام بکنن. اگر از پایین و در میان مردم جامعه مدنی فعال نباشه، طبیعی است که این سیاست‌گذاری‌ها نمیتونه مؤثر باشه و این اهداف علارغم اینکه به هر حال مثبت هستن نمیتونه جامعه تحقق به خودش ببینه. سپاسگزارم از توضیحات شما. احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم با ما.